به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزان در سرتاسر جهان. امیدوارم شاد و سلامت باشید. خب رهبرمون دیداری داشتن با دانشجویان 29 فروردین و این یه سخنرانی هست بسیار بسیار جالبه. من بر این شدم که این سخنرانی رو تو کانال بگذارم. یه نکاتی رو از سخنرانی ایشون که به نظر من خیلی جالب بود اینجا با شما در میون میگذارم، ولی کل سخنرانی بسیار پرمغز و پرمحتواست و کلی عرفان و معنویات و عمق توش هست. از شما دعوت میکنم این سخنرانی رو ببینین. اون چیزایی که نظر من رو گرفت این که رهبرمون صحبت کردن درباره عدالت، یعنی جمهوری اسلامی ایران برای عدالت ایستاده. خب عدالت فقط در سطح در داخل ایران نیست، یعنی عدالت اجتماعی، تقسیم عادلانه ثروت، خب اینم یه نوع عدالته، ولی عدالت در سطح جهان ما برای چی ایستادیم؟ الان در مقابل زورگویان ایستادیم خودمون و در اون دفاع مقدس با 30 و چند تا کشور جهان جنگیدیم، یعنی اونا با ما جنگیدن و ما پیروز شدیم. در هر صورت ما جلوی زورگویان ایستادیم، این عدالت بود. و امروز میبینیم که روز جهانی قدس همه جا در واقع فراگیر شده و این نماد عدالت هست. ما برای عدالت ایستادیم، عدالت در سطح جهان، این خیلی مهمه. عدالت و ایستادگی جلوی شیطان بزرگ و جلوی شیاطین و زورگویان. و دومین چیزی رو که ایشون مطرح کردن اینه که ما به عنوان جوونا یا جوونا سعی کنن خودشون رو از واقعا آزاد کنن. و آزاد از به چه معنی؟ آزادی از قفس تجملات و مادیات. و ایشون یه خیلی جالب بودش اینکه وقتی ما بتونیم خودمون رو از این قید و بندهای مالی و مادی و تجملات آزاد بکنیم، آزاد میشیم از 7 دولت و امکانات برامون باز میشه، یعنی امکانات برامون چه بسا بی نهایت بشه، بتونیم به این درجه از در واقع تعالی برسیم و بتونیم ساده زیستی رو چراغ راه زندگیمون بکنیم. یکی از اون نصیحت‌های بسیار زیباییشون به جوانای ما بودش. در ضمن درباره رفراندوم صحبت کردن و اینکه چرا خب مردم میان میگن، یا یک کسانی نه مردم، مثلا مثل اون مولوی عبدالحمید امام جمعه زاهدان و چرند از سر و مغزش میریزه. خب البته رهبرون هیچ چیزی درباره ایشون نگفت، ولی اینو من میگم. ایشون میگن چرا ما باید در رفراندوم بگذاریم؟ مگه بقیه کشورها میان هر چیز مهمی رو در کشورشون به رفراندوم میگذارن که ما بخوایم این کارو بکنیم؟ دقیق و درست قرار نیستش که ما چیزی رو به رفراندوم بذاریم. و دلیلی که میوردن اینی که هر موضوع مهمی در کشور که به رفراندوم گذاشته نمیشه. و دلیلش هم اینه که مردم خیلی اوقات قدرت تشخیص درست از غلط رو ندارن و رفراندوم بگذاریم که شرایط بدتر بشه در خیلی اوقات. پس باید دقت بکنیم. اینطور که من فهمیدم اون نمایندگانی که برای مثال میفرستیم تو مجلس یا رئیس جمهوری که انتخاب میکنیم و یا هر کسانی رو که انتخاب میکنیم در سیاست، اینا آدم های صالحی باشن، آدم های کوشایی باشن، انقلابی باشن، به درد دل مردم برسن. از اون طریق ما میتونیم به خواسته هامون برسیم و رفراندوم راه درستی نیست. دیگه یه نکته خیلی مهمی رو که برای دانشجو عنوان کردن این بودش که دانشجو خودش باید بر فضای مجازی سوار باشه، نه اینکه فضای مجازی سوار اون بشه و هر چرندیاتی که اونجا هست و هر اطلاعات نادرستی که هست تو سر و مغز این جوون و دانشجو بریزه. خودش باید در واقع پیشگام باشه و هدایت کننده فضای مجازی باشه. خودش باید محتوا تولید کنه، محتوای خوب و مناسب، و خودش باید ایده بده و خلاقیت به خرج بده و در فضای مجازی فعال باشه و اون بشه در واقع یک عضو مهم از فضای مجازی، نه که فضای مجازی بر
جوون ما سوار بشه. خب این چیزایی بودش که به نظر من رسید. نکات بسیار بسیار جالب دیگه ای تو این سخنرانی هست و شما دعوت میکنم این سخنرانی رو ببینین که در امتداد این پیشگفتار من میاد. من واقعا لذت بردم از سخنرانی رهبرمون و همیشه چند بار سخنرانی ایشون رو گوش میکنم و برخی چیزایی که میگن واقعا عمق داره و افتخار میکنم که یک چنین شخصی رهبر ما هست و خدا رو شکر میکنم و واقعا براشون دعا میکنم. خوشحالم که چنین رهبری رو داریم. دعا میکنیم برای رهبر عزیزمون و خب برین و این کلیپ رهبرمون رو ببینین. من دیدم یه بار دوباره میرم اینجا میبینم. عضو کانالا بشین، پسند و فشار بدین، به اشتراک بگذارین، نظرتون رو بنویسین و حالا سخنان باحال رهبرمون. خدا نگهدارتون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. سلام و بحیت الله و العالمین. انتظار من هم از این جلسه همین بود که سخنان متقن و ادبیات خوب مطرح بشه و شد الحمدلله. من از این حرفایی که شما زدی ممکنه مواردی موافق نباشم با اون که شما گفتی، اما از کیفیت بیان، از نظم مطالب عمیقا خوشحالم و خدا رو شکر میکنم. خب آخر ماه رمضان هم هست، شما هم فرصت داشتید که بشینید فکر کنید، مطالعه کنید و مطالب رو منظم کنید. من اول قبل از اون که شروع کنم به عرایض خودم، دو سه تا مطلب درباره همین مطالبی که فرمودید حضرات عرض میکنم. اولا بعضی ها سلام رسوندن به من، من خواهش میکنم سلام من رو به اون برادرانی خواهرانی که به وسیله شما به من سلام رسوندن برسونید، به خصوص خانواده شهدا. راجع به تولد این حقیر اصلا قابل اعتنا نیست، حادثه بسیار کم اهمیت و کوچکی است و مطالبی که به عنوان اعتراض، اشکال، پیشنهاد گفته شد قابل بحثه. خب کجا باید بحث بشه اینها؟ یعنی اینجور نیستش که خیلی روشن و قطعی باشه، بالاخره قابل خدشه است، قابل مباحث است. به نظر من اینجور رسید که اگر ما همین پیشنهادهای شما رو محول کنیم به سازمان برنامه، یه تحرک جدیدی هم علی‌الظاهر توش پیدا شده و این کار خوبیه که رسیدگی کنن، شما مطالب رو به اونا منتقل کنید یا ما واسطه بشیم، دفتر ما واسطه بشن منتقل کنن و از شما بخوان برید صحبت کنید، بحث کنید و به یه نقطه قابل قبولی و مشترکی انشالله برسید. در مورد مسئله خصوصی سازی که بعضی از دوستان گفتن و تکرار کردن و بیرونم همونا رو میگن، این منطق منطق درستی نیست اینی که شما حس کردید. حالا بعد عمل کردم، خب بله هر قانون خوبی رو ممکنه بعد عمل کن. اینی که ما امکانات کشور، امکانات تولیدی، کارخانجات، اینایی که خوب عمل می شده اینا رو بدیم دست دولت که نمیتونه دولت اداره کنه دستگاه های تولیدی رو و بنگاه های تولیدی بزرگ رو، دولت نمیتونه، مشکلات به وجود میاد، فساد به وجود میاد. چقدر تو این چند سال این مسائل پیش آمده. این راهش فقط خصوصی سازی بود، هیچ چاره دیگری وجود نداشت واقعا و این کار
ناگهان انجام نگرفت، با فکر، با مطالعه، با پیشبینی، ساعتها بحث کردن انجام گرفت. بله من قبول دارم اون توقعی که بنده داشتم از خصوصی سازی تا حالا اون توقع برآورده نشده، اما کارهای خوبی هم انجام گرفت. اینی که شما میگید بنگاه دولتی رو دادن به بخش خصوصی، او دلارش رو به دولت بر نمیگردونه، این درست نیست. اون دیگه دلار رو بر نمیگردونه، همون بنگاه فعلا دولتی است. این اشکالی است که خود من به مسئولین دولتی همین اخیراً گفتم، تکرار کردم، چند بار این رو مطرح کردم. یعنی خود اون بنگاه های دولتی هستن که تجارت میکنن، کار میکنن، با خارج هم معامله دارن، دلارشون رو بر نمیگردونن به بانک مرکزی، یعنی مربوط به بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی هم اشکالاتی داره، مراقبت میخواد، دقت میخواد، رعایت میخواد، اینا لازمه، شکی نیست. در مورد جلسه اقتصادی سران قوا، این یه امر اولا دائمی نیست، امر موقته. ثانیاً برای مقاصد خاصی، من 4 مورد رو معین کردم و بهشون گفتم. یکیش مسئله بودجه است، تنظیم بودجه و اصلاح ساختار بودجه، که یکی از مشکلات بزرگ ما همین مسئله ساختار بودجه است. یکیش اینه. در 2 دیگه است. این هدف این جلسه این بوده، البته تا حالا پیش نرفته اونطور که باید و شاید، اما علاجش تعطیل کردن نیست. علاجش این است که ما دنبال کنیم این کارا انجام بگیره. بعضی از مسائل هست که اشکالش در عدم توافق مسئولان سطوح بالاست. خب چجوری حلش کنیم اینو؟ حلش به همین است که بگیم دور هم بنشینید، بحث کنید و یه تصمیم واحدی بگیرید و اقدام بکنید. این ناشی از اینه. به هر حال امیدواریم که انشالله اون چه که شماها میخواهید و میگید، و میدونم من که دلی میگید، اون که میگید واقعا عقیدتون هست که میگید، بتونیم انشالله خدا توفیق بده اون مقداری که من به عهده دارم انجام بگیره، اون مقداری که مسئولین دیگه به عهده دارن انشالله انجام بگیره. ادبیات نطقای امروز عالی بود، یعنی کاملا خوب سنجیده و اینها بود، و من روی مسئله بیان مطلب با ادبیات خوب تکیه دارم، این تأثیر میذاره در تأثیرش. خب ماه رمضان بهار معنویت و عبادت که خب داره تمام میشه دیگه، منتها ماه رمضان های دیگری انشاءالله شما در پیش دارید. ده‌ها ماه رمضان شما جوان ها در پیش دارید، باید استفاده کنید. بهار معنویت، بهار عبادت، جوانی هم بهاره، بهار عمره. پس جوان در ماه رمضان بهار مضاعف داره، بهار در بهار داره، از این استفاده کنید. خیلی فرق بین بهره‌ای که شما میتونید از شب قدر ببرید و کسی که در سنین بنده و امثال بنده است، شما خیلی بیشتر میتونید استفاده کنید، از این مغتنم بشمارید. این دوگانه زیبا، یعنی تلاقی دو بهار، یک جای دیگه در دوران دفاع مقدس رخ داد. اونجا هم دو فرصت تعالی و عروج مشترکاً در کنار هم قرار گرفتن. خب جبهه دفاع یعنی جبهه دادن جان، کسی که میره اونجا آماده است غالباً، یعنی که جانش رو یا سلامتش رو هدیه کنه. این خیلی گذشت بزرگی است. همه کسانی که در این گذشت وارد میشند، اونا رو عروج میده و اوج میده، اوج معنوی میده. لکن جوانای مسئله دیگری، براشون مسئله دیگر، جور دیگری بود. جوانهایی که رفتن که غالبا هم جوان بودن، این جوانهایی که وارد میدان جنگ شدن، حرکتشون و اوجگیریشون جوری بود که فردی مثل امام راحل، امام بزرگوار،
که سالهای متمادی سلوک و عرفان رو تجربه کرده بود به حال اونها غبطه میخورد. من نمیدونم شما شرح حال این شهدا رو میخونید این کتابا رو یا نه، من میخونم و عشق میریزم و استفاده میکنم، برای من حقیقتا استفاده داره. من خیال میکنم شما یکی از کارهایی که میکنید حتما همین باشه، شرح حال این شهدای عزیز رو به خصوص بعضیشون رو که خیلی معنویت دارن بخونید. اینا استفاده کردن. به نظر من شما از ماه رمضان استفاده کنید، حالا دو سه روز بیشتر نمونده، لکن در آینده سالهای متمادی انشالله در پیش دارید، از حالا خودتون رو برای ماه رمضان بعد آماده کن. خب من یک نصیحتی رو بارها کردم، حالا خوشبختانه دیدم چند نفر، دو سه نفر از این دوستانی که اینجا صحبت کردن هم همون رو تکرار کردن که مورد تأیید و کامل بنده است، و اون که جماعت دانشجو و مجموعه های دانشجویی احتیاج دارن به یه تفکر زیربنایی محکم. این نیاز قطعی اوناست. این نصیحت همیشگی من بوده، بازم من همین رو بخوام تأکید کنم. اگر مبانی معرفتی یک جوان به خصوص جوان دانشجو مستحکم باشه، دل او قرص میشه، گام او استوار میشه، حرکت او استمرار پیدا میکنه، خستگی دیگه وجود نداره. اطمینان دل موجب میشه که ایمان هم افزایش پیدا کنه. خود ایمان اطمینان میاره، اطمینان دل و سکینه قلب هم ایمان رو افزایش بده. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. قبلا مؤمن بودن، اما وقتی این آرامش قلبی رو خدای متعال به اونها داد به خاطر تکیه به واقعیات معنوی و الهی، این ایمان افزایش پیدا میکنه. خب حالا این مبانی معرفتی چی هاست؟ خیلی هم در اسلام مبانی معرفتی شخصی، قلبی، اجتماعی، سیاسی، بین المللی، همه اینا در اسلام هست. مسئله آزادی یکی از مبانی معرفتی است که در اسلام مطرح شد. مسئله عدالت یکی از مهمترین مسائل معرفتی است. اینا رو باید حل کرد. اینا رو بایستی جوان دانشجو روش فکر کنه، کار کنه، به عمق برسه. به عمق باید برسه. کتاب بخونید، نهج البلاغه بخونید. در تلاوت قرآن تأمل کنید. فرض کنید حالا در مورد عدالت، عدالت یک مصداق مهمش البته رفع نابرابری های اجتماعی است، داخل اقتصادی و اجتماعی این هاست، اما فقط این نیست، این یک قلم عمدشه. عدالت از قضاوت های شخصی ما شروع میشه، از عمل شخصی ما، حرف زدن ما، داوری های ما در مورد اشخاص، در مورد کارها عدالت شروع میشه. ولا یجرمنکم شنعان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا. اگر با کسی مخالفت هم داریم، دشمنی هم داریم، جدایی فکری هم داریم، دربارش نباید ظلم کنیم. مصیبت بارترین مطالب این است که یه وقتی یه کافری روز قیامت یقه بنده رو بگیره که آقا تو به من فرمودن جا ظلم کردی. یعنی واقعا از این چیزی سخت‌تر دیگه نیست. یا دشمن خدا روز قیامت حقی به گردن من پیدا کنه یقه ما رو بگیره بگه شما ظلم کردی. یعنی عدالت اینجوری است. عدالت بین المللی، این مبارزه با استکبار که ما هی تکرار میکنیم، یکی از مصادیق عدالته، یکی از مهمترین مصادیق عدالت. بعضیا دنبال عدالت هستن اما فکر نمیکنن که مبارزه با استکبار و آمریکا و صهیونیسم هم جزو مصادیق عدالت طلبی است. نه، هست. اینه آزادی،
آزادی خیلی مهم، مهمترین بخش نظریه آزادی در اسلام آزادی از این چارچوب ماده است. نگاه مادی میگه شما یه روز دنیا آمدید، چند سال هم زندگی میکنید، بعدم معدوم میشید. هممون محکوم به معدوم شدنی. در این چارچوب، در این قفس، قفس مادی، یه آزادی هایی به شما میدن، آزادی شهوت، آزادی غضب، آزادی ظلم، آزادی همه جور آزادی. این آزادی نیست. آزادی، آزادی اسلامی است. اسلام ما رو در چارچوب ماده محصور نمی کنه. ما خلقتم للبقاء لا للفنایی. شما برای موندن خلق شدید، آفریده شدید، نه برای از بین رفتن. ما معدوم نمیشیم، از بین نمیریم. وقت مردن آمد و جستن زجو، مولوی میگه کل شیء هالک الا وجهه. مردن آخر کار نیست، مردن شروع یه مرحله جدید، مرحله اصلی است. وقتی با این نگاه شما نگاه کردید، اون وقت میتونید اوج بگیرید. دیگه حدی وجود نداره، حدی برای حرکت شما، برای پیشرفت شما، برای تعالی شما، حدی دیگه وجود نداره. این آزادی است. همه آزادی های زندگی، از آزادی شخصی، آزادی عقیده، رها شدن از اسارت تهجر و جمود و خمود و عقب موندگی های گوناگون و تعصبات بیمورد و رهایی از اسارت ابرقدرت ها و رهایی از اسارت دیکتاتورها، همش ناشی از این مبنای آزادی اسلامی است. اینا رو ما باید روش فکر کنید، باید روش کار کنید. راه کارشم این نیست که حالا بنده بیام مثلا نیم ساعت صحبت بکنم با شما، این نیست. باید کار کنید، خودتون باید کار کنید، باید فکر کنید، کتاب بخونید. یا مسئله انتظار فرج، یکی از مبانی مهم این مبانی فکری و دینی ما انتظار فرجه. انتظار فرج یعنی سختی‌ها همه قابل برداشته شدن، برطرف شدنه. نه اینکه بشینید انتظار بکشید، دل شما در گوش به زنگ باشه. همونطور که در قضیه حضرت موسی گفته شد به مادر موسی که این انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین، این برمیگردونیم این بچه رو به تو، او رو هم از مرسلین قرار میدیم و نجاتتون خواهد داد، نجاتتون خواهد داد. این بنی اسرائیل رو مستحکم کرد. بنی اسرائیل در مصر فرعونی سالهای متمادی مقاومت کردن، را بعد البته خراب شدن، اما سالها مقاومت کردن. همین مقاومت بود که موسی را آورد و حرکت موسی را آغاز کرد و دنبال موسی را افتادن و به نابودی فرعون و فرعونیان منتهی شد. این انتظار فرج. انتظار فرج یعنی انتظار برطرف شدن همه نقص هایی که شما الان گفتید. ده برابر اینم نقص وجود داره که شما نگفتید. انتظار فرج یعنی آماده بودن، فکر کردن، بنبست نپنداشتن، بنبستنگاری خیلی چیز بدیه. این معنای انتظار فرج، اینا رو بایستی در نظر داشته باشی. خب البته خدای متعال که در قرآن گفته مکرر، کتب الله لاغلبن انا برسول. خدا کتب الله یعنی قانون قطعی خداست که راه پیغمبران غلبه پیدا خواهد کرد، دیگه بحثی نداره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، از مؤمنین خدا دفاع خواهد کرد، در این هیچ تردید نیست. یا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه، در این هیچ تردیدی وجود نداره، این قول خدای متعاله. خود ما واقعیت ها هم دیدیم. حالا ما اینا رو یه روزی از قرآن و نهج البلاغه و صحیفه سجادیه نقل میکردیم، اما در زندگی خودمون، حالا شما که هنوز خیلی جوانید انشالله،
به قدری که بنده سن کردم یه 10-20 سالم بیشتر شما سن کنید، خواهید دید موارد زیادی رو. ما تو این سن خودمون دیدیم، پیروزی انقلاب رو دیدیم، این غلبه حق بر باطل بود. کسی فکر نمیکرد، که تصور نمیکرد هیچ کس. مرحوم آقای طالقانی به خود من گفت، گفت وقت اون روزی که امام گفت شاه باید بره، ما گفتیم آقا چه حرفایی میزنه. یعنی کسی مثل آقای طالقانی، مرحوم آقای عبدالله طالقانی، آدم کوچکی نبود، یه مبارز عمیق، عریق، سابقه دار اونچنانی امیدوار نبود، اما شد، شد، انقلاب پیروز شد. لاغلبن نه نبروز جنگ تحمیلی، خب شما نبودید، ندیدید، حادثه عجیبی بود جنگ تحمیلی، همه علیه ما، آمریکا علیه ما، شوروی علیه ما، ناتو علیه ما، کشورهای مسلمان علیه ما، ترکیه همسایه‌مون علیه ما، همه ما پیروز شدیم توی چنین جنگی که همه علیه ما بودن، ما پیروز شدیم. پس بنابراین تجربه های ما هم همین رو نشان میده و این انتظار فرج، یعنی انتظار فرج فقط این نیستش که حالا در بشینیم منتظر دعا کنیم که خدا حضرت رو برسونه، که البته این یکی از کارهای واجبه، باید دعا کنیم، باید بخواهیم، دنبال کنیم، اما فقط این نیست. انتظار فرج یعنی در همه کارهایی که مشکلی وجود داره باید فرض وقوع فرج مورد نظر ما یکی از فرضهای مسلمی باشه که هست، انسان منتظر باشه. البته شرایطی داره دیگه، باید کار کنیم. یعنی انتظار فرج خوردن نان با رفتن به نانوایی و خریدن نان و آوردن دیگه، ولی نشستن که نان خودش که نمیاد، باید یه حرکتی انجام بگیره تا اینکه اون کار به انتظار فرج انجام بگیره. اینا اون مبانی است که از این قبیل زیاد مبانی، مبنای توحید، حاکمیت غیر خدا ممنوع، توحید یعنی نفی حاکمیت غیر خدا و امثال اینها که خب زیاده. روی مبانی باید کار کن، شما تشکلها به خصوص روی مبانی کار کنید. روی یک نقطه محدود هم متمرکز نشید، وسیع نگاه کنید، همه مسائل رو ببینید. به نظر من همین که اسم آوردن اینجا از مرحوم شهید مطهری، شهید بهشتی، مرحوم آقای مصباح و امثال اینها خوبه. به نظر من اینها کتابای خوبی است و تجربه جوانهای ما هم خوبه. فرض کنید حالا مثلا یه جوانی در مثلا نزدیکی تهران، یه جوان بسیجی مثلا فرض کنید تلاشی داره، فعالیت داره، مصطفی صدرزاده، شهید مصطفی صدرزاده مثلا فرض کنید، دو تا کتاب درباره ایشون نوشته شده، من خوندم. خب آدم میبینه دیگه چطور بیتابه در کار کردن و حرکت کردن. انسان اینها رو نگاه کنه و پیش بره. این نکته اولی بود که عرض کردم. چند مطلب درباره دانشجوها میخوام عرض بکنم، باید سریع بگم که بلکه برسیم به اینها. نکته اول اینه شما بدونید، نظر قطعی و حتمی من اینه، فعالیت‌های دانشجویی مثل خود دانشجو یک فرصت است برای کشور، یک فرصت. این که حالا بعضی ها از فعالیت های دانشجویی، هر جور فعالیت هایی که حالا فعالیت سالم، حالا اشاره میکنم به بعضی از آفتاش، ممکنه احساس تهدید بکنن، اشتباه میکنن. فعالیت دانشجویی برای کشور یک فرصت، مطالبات دانشجویی فرصت، زبان دانشجو فرصت، احساس مسئولیتی که دانشجوها درباره حوادث کشور میکنن این فرصت. اینی که شما میدین اینجا با شور و شوق و اهتمام فلان اشکار رو ذکر میکنید، این یه فرصت برای کشور، یه ارزش برای کشور. شوقی که جامعه دانشجویی و جوان دانشجو برای برطرف کردن نابسامانی ها دارن، یه فرصت. حضور شورانگیز دانشجوها در حوادث گوناگون، در چه حوادث طبیعی، چه حوادث
سیاسی مثل همین راهپیمایی ها، قدس، 22 بهمن و امثال اینها، اینا همش فرصت های مهم است. اظهار نظرهایی در مسائل سیاسی اقتصادی در برخی تصمیم ها اینا فرصته. این اظهار نظرها فرصته، نمیگم درسته، حواستون باشه، ممکنه بعضیش درست باشه بعضیش هم درست نباشه، اما خود نفس اظهار نظر، فکر کردن رو مسئله، اندیشیدن، این یک فرصت برای کشور. البته آفاتی هم داره، فعالیت دانشجویی نباید دچار آفات بشه، مواظب باشید. دوره جوانی، خب البته جوونا باور نمی‌کنن که پیرام یه وقت جوون بودن، لکن خب ما هم تجربه کردیم و ما دوره جوانی رو میدونیم چه جوریه. جوانی توش خطا و اشتباه احتمال کمی نداره، احتمالش زیاده، موارد گوناگونی پیش میاد، مراقب باشید. باید فعالیت‌های دانشجویی رو، آفاتش رو برطرف باید کرد، باید سالم سازی کرد، دو قطبی سازی به وجود نیاد. فعالیت‌های دانشجویی جامعه دانشجویی رو دو قطبی نکنه، جامعه کشور هم دو قطبی نکنه. این یکی از مسائل بسیار مهمه. این دو قطبیگری خاص دشمنه. باید واقع بینانه باشه. حالا شما مثلا اینجا میایید یه نسخه رو میدید، خب این نسخه زمان بره، هزینه بره، ممکنه هزینهش امکان پذیر نباشه، دم دست نباشه. اینا رو باید توجه کنید. یعنی فعالیت دانشجویی، مطالبه دانشجویی همراه با واقع بینی باید باشه، حتی المقدور همراه با ارائه راه حل علمی و عملی باشه. راه حل علمی اولا عالمانه، اندیشمندانه، ثانیا عملی، فقط رو کاغذ نباشه، یعنی کاری باشه که بشه کرد. شما هر کدومتون وارد میدان عمل بشید، که حالا درخواست بعضی از شما هم همین بود که چرا جوونا رو نمیارن وارد محیط های میانی، که البته باید بیارن، هر کدومتون وارد بشید نظرتون با حالا تفاوت خواهد کرد. واقعیات رو میبینید، مشکلات رو میبینید، سختی کار رو میبینید. یه وقتی به امام مراجعه کرده بودن زمان حیات مبارک ایشون، یه شکایتی از دولت کرده بودن، امام گوش کرد حرف اون بند خدا رو، اون تو که بر ما نقل کردن، بعد در جوابش یه چک کلمه فقط گفت، آقا اداره مملکت سخته. واقعا سخته، حرف مردم رو باید گوش بدن. حرف مردم کجاست؟ و مردم در همه این مسائل که حرف ندارن، یه حرف ندارن، باید فکر کنن، مطالعه کنن. ساز و کاری داره حرف مردم. حرف مردم همین نیست که الان وجود داره، یعنی یه نفر رو انتخاب میکنن به عنوان رئیس جمهور، این مال مردم. یک عده رو انتخاب میکنن به عنوان نماینده مجلس، این حرف مردمه. حرف مردم اینجوری میشه فهمیدی. حالا یکی از برادرها گفت رفراندوم. اگر چنانچه شما اینجوری میگفتن، اگر چنانچه از اول در همه مسائلی که پیش میامد رفراندوم میکردید، حالا اون حساسیت رفراندوم وجود نداشت. کجا دنیا این کارو میکنن؟ مگر مسائل گوناگون کشور قابل رفراندومه؟ مگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنن و شرکت میکنن امکان تحلیل اون مسئله رو دارن؟ این چه حرفیه؟ چطور میشه رفراندوم کرد توی مسائلی که تبلیغات میشه کرد، حرف میشه زد از همه طرف؟ اصلا یک کشور رو برای یه مسئله 6 ماه درگیر بحث و جدل و گفتگو و دو قطبی سازی میکنن برای که یه مسئله رفراندوم بشه؟ تو همه مسائل رفراندوم بکنیم؟ یعنی اینجوری نیست قضایا، که اینجور ساده آدم از روش رو. یکی از آفتها شتاب زدگی است. شتاب زدگی نباید بشه. زبان دانشجو بلندگوی صرفا مشکلات نباشه. نمیگم مشکلاتو نگن، اما صرفا مشکلاتو نگید. نقاط روشن خوبی وجود داره تو کشور، اونا رو هم دانشجو بگه، اون رو هم بگه. یعنی جوری نباشه که صرفا پخش کننده این چیزها باشه، تندخویی نباشه، ستیگری نباشه، مشکل محلی رو ملی نکنن. گاهی اوقات میشه توی یک گوشه کشوری حادثه‌ای پیش میاد، بیان مثلا فلان تشکل دانشجویی این رو
به صورت یه مسئله ملی در بیارن، این اشتباهه، این به ضرر کشوره. این فرار کردن از زیر بار مشکل نیست یا پاسخگویی به مشکل نیست، این به ضرر کشور. یه مشکل محلی رو تبدیل کنم به یه مشکل ملی. قصد دانشجو دیده شدن نباشه. ببینید این رو من تأکید میکنم، نه شخص دانشجو نه تشکل دانشجویی اینجور نباشه که یه حرفی رو بزنه برای اینکه دیده بشه. این بی برکت میکنه کار رو، حرف رو بی برکت میکنه، بی اثر میکنه و ضرر هم داره. البته در فضای مجازی غرق نشن بعضیا. خب حالا فضای مجازی با همه حرفایی که گفته میشه و از اون طرف از این طرف، بالاخره وجود داره دیگه، تو کشور وجود داره، شبکه‌های اجتماعی وجود داره، فضای اجتماعی وجود داره. بعضی‌ها نشستن که از طرف فضای مجازی سیلوار تحلیل و خبر و مطلب و مبنا به اینا داده بشه. این غلط. شما رو فضای مجازی سوار شید، شما فضای مجازی رو هدایت کنید، از طرف شما فکر و خبر و تحلیل به فضای مجازی بره، نه به عکس. اینها آفت فعالیت دانشجویی است. دانشجوی با ایمان دغدغه‌مند که گاهی از ما میپرسن، گاهی مینویسن، گاهی میان دفتر با دوستان صحبت میکنن که احساس میکنه انسان دغدغه دارن که میخواد یک کاری انجام بده، از ما میپرسه وظیفه ما چیست. یکی از وظایف همینه که کارهای مهم دانشجویی رو، فعالیت دانشجویی رو که فرصت مغتنمی است برای کشور و ارزشی است برای کشور، این رو از آفاتش تغذیه کنه. یه مطلب دیگه در مورد دانشجو، اینو که عرض میکنم برای این است که شما، نمیخوام الان سوالای شما رو پاسخ بدم، یعنی در دنبال این نیستم من الان، یعنی نمیشم تو این فضای محدود اون کارو کرد. من میخوام شما حرکتتون رو مبنایی کنید، یعنی با نگاه به افقای بلند پیش رو حرکتتون رو تنظیم کنید، چون شما اهل حرکتید دیگه. یعنی بالاخره بهترین جوانای کشور دانشجوهای ما، یعنی غالبا دانشجوهای ما هستن و شما دانشجوهای مؤمن میخواید حرکت کنید. من میخوام این مقصود تأمین بشه، نگاه به افقای دوردست. از من میپرسن نظر شما، به نظر شما وظیفه یک دانشجوی مطلوب و دارای همت بلند و آینده نگر چیه؟ بنده جوابم اینه: اول ایجاد تحول در ذهن و در واقعیت جامعه خود، این یک. بعد ایجاد تحول در ذهن و واقعیت جهان. تعجب میکنی؟ دانشجو مثلا واقعیت جهان رو عوض میکنه؟ تعجب نداره. شما امروز دانشجو هستید، اما فردا همین دانشجوی امروز مدیر سیاسی است، اداره کننده یک بخش مهمی از کشور. اینایی که الان مسئولین کشورن دیروز دانشجو بودن دیگه، مثل شما. حالا الان مشغول اداره کشوره، مشغول اداره سیاسی، اقتصادی، دیپلماسی. دانشجوی امروز فیلسوف فرداست، محقق فرداست. دانشجوی امروز فعال فرهنگی یا مطبوعاتی رسانه‌ای مؤثر فرداست. دانشجوی امروز رئیس فردا، مغز متفکر فردا، عنصر اثرگذار فرداست. همیشه که برای انسان جوان و دانشجو نمونه. شما امروز میتوانید جوری زمینه را آماده کنید که فردا که تبدیل شدید به این عناصری که گفتم، به معنای واقعی کلمه اثر بگذارید، هم ذهن جامعه را عوض کنید، هم واقعیت جامعه را عوض کنید. امروز خب همه دارن میگن دیگه، ما که گفتیم دیگران همه دارن میگن که دنیا در حال تحوله. این تحول کی به وجود میاره؟
این دعوا رو کی به وجود میاره؟ مغزهای متفکر، آدمهای فعال، دست‌اندرکاران کارهای بزرگ، دعوا رو اینا به وجود میارن دیگه. او همین شما هستید. شما امروز دانشجویید، فردا همون کسی هست که اون تحول رو به وجود میتونید بیارید. بنابراین توقع ما اینه که شما به آینده اینجوری نگاه کنید. البته این کسی که میتوانه فردا تحول ایجاد کنه لزوماً یه انسان پارسای برجسته مؤمن وفاداری نیست. گاهی هم بعضی منحرف میشن. باید سعی کنید منحرف نشید. باید سعی کنید در خط درست صراط مستقیم الهی حرکت کنید. شما دارید به سمت اونچنان فردایی میرید. بنیه خودتون رو، بنیه فکری رو، بنیه ایمانی رو، بنیه عقلانی رو در خودتون از امروز قوی کنید. برای اینکه برای اونچنان فردایی آماده باشید. من اینجا به نظرم رسید 4 نکته است. دین، خرد، علم، عزم. این 4 چیز لازم. بنیه دینی، بنیه علمی، بنیه عقلی و بنیه ارادی، عزمی. عزم راسخ، اراده راسخ. اینا رو باید در خودتون قوی کنید. هر کس که در این کارها خودسازی بیشتری انجام بده فردا امکان تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. بعضیا به قله میرسن. بعضیا به قله ممکنه نرسن اما در یه حدودی تاثیر میذارن. بستگی داره به اینکه چقدر خودتون رو شما آماده کنید. این هم یه مطلب. مطلب دیگه در مورد مجموعه های دانشجویی. خب وقتی میگیم دانشجو، عنوان دانشجو یک سلسله عناوین رو جلوی چشم ما متبادر میکنه، به ذهن ما متبادر میکنه. مثلا دانشجو وقتی بگیم دانش طلبی، جوان بودن، پرتحرک بودن، از گرم که نو طلبی، نوزایی، احساسات دوستانه مثل دشمنی با فساد، احساسات انسان دوستانه مثل دشمنی با فساد، دشمنی با بیعدالتی، اینا متبادر میشه بزنی انسان. لکن از همه اینا مهمتر به نظر من داشتن یه زیربنای فکری است که اول هم بهش اشاره کرد. زیربنای فکری رو باید محکم کنید، مستحکم کنید. ببینید، نمیخوام من بگم که حالا فعلا برنامه های دیگر بذارید کنار، برید مشغول فکر کردن و مطالعه کردن. نه، اینا همزمان باید انجام بگیر. یعنی مطالعه و فکر و خودسازی در حال عمل شانس و اقبال پیشرفت بیشتری داره تا اینکه آدم بره بشینه همه کارا رو تعدیل کنه، فعالیت‌های دانشجویی رو تعدیل کنه، مطالعه کتابای مثلا خوب رو بکنه. با منابع دینی انس پیدا کنید، با متفکران عمیق و امین ارتباط برقرار کنید. امروز در بین افراد متفکر، علمای متفکر، آدمای خوبی داریم. اینها یک مطلب دیگری که میخوام اینجا من یادداشت کردم که بگم اینه که در مورد شناخت نقشه و راهبرد دشمن به روز باید باشیم. هممون باید به روز باشیم. البته بعضی هستن تا اسم دشمن میاریم ما عصبی میشن که باز انداختن به گردن دشمنان خارجی، که انه وقتی که ما میگیم ما دشمن داریم ضعف خودمون و سوسی ها و کمکاری های خودمون رو میخواییم انکار کنیم. نه، اینا هست، اما اون رو فراموش نباید کرد. دشمن وجود داره، چه ما بخواییم چه نخواییم، چه بفهمیم چه نفهمیم، دشمن وجود داره. مشغول کارم هست، دائم داره کار میکنه، پول خرج میکنن، امکانات فراهم میکنن، علیه جبهه حق دارن کار میکنن. ما غافل هم باشیم او غافل نمیشه.
من نامه لم یونم ان امیرالمومنین در نهج البلاغه میگه من نامه لم یونم ان. اینجور نیست که اگر شما خوابت برد تو سنگر، سنگر دشمن هم توش خواب غلبه کرده باشه، اونم خوابش برده باشه. نه، ممکنه شما خواب باشی او بیدار باشه. بنابراین دشمن وجود داره، اینو انکار نمیشه کرد. راهبرد دشمن اینه که ما به خودمون بدبین بشیم. حالا یکی از برادرها اینجا راجع به مسئله امید صحبت کردن، با تو صحبت خوبی هم بود، من رد نمی کنم اون صحبت رو، اما اینکه ناامیدی منشأ داخلی عمدتاً داره، اینو من قبول ندارم. بله، مشکلاتی در داخل حتما وجود داره، این مشکلات رو میدونیم ما، اما اینجور نیستش که این مشکلات جوان دانشجوی پر انگیزه رو ناامید کنه. جوان دانشجوی پر انگیزه جور دیگری ناامید میشه. استاد یا مثلا فرض کنید که فلان آدمی که تعهدی نداره میشینه پای دل جوان به صورت فردی، و البته همین کار به شکل دیگری به صورت جمعی و گسترده انجام میگیره. آقا شما به چه دلخوشی اینجا درس میخونی؟ بلکن برو. جوان مبارز به چه دلخوشی شما دلار فلان قد قیمت، نمیدونم تورم چند ساله فلان مقدار فلان، به چه امید شما اینجا به چه دلخوشی درس میخونی کار میکنی؟ این ناامیدی اینجوری وارد میشه، این اثر میذاره. البته جوان مؤمن و مبارز و آگاه و هوشمند پاسخش بی لکنت و رساست. بله، مشکلات وجود داره در کشور. من درس میخونم برای اینکه بنا دارم ده ها سال دیگه تو این کشور عمر کنم، زندگی کنم، و صد ها سال دیگه فرزندان من و نواهای من و ذریه من و هم میهنان من تو این کشور زندگی میکنن. من میخوام مشکلات برطرف کنم، درس میخونم برای اینکه مشکل برطرف کنم، مبارزه میکنم برای اینکه مشکل برطرف کنم. جواب جوان مسلمان اینه. اما اون کار خودش رو میکنه، تأثیرم میذاره رو بعضیا، تأثیرم میذاره. این حالا یه مثال. یه مثال دیگه برای بدبین کردن ما به خود، رسانه‌های جور با جور بدخواه اصرارشون اینه که ثابت کنن ملت ایران از اعتقادات دینی روگردان شده، از احساسات انقلابی روگردان شده. اصرار دارن این رو بارها و بارها، اونا میگن، یه دنباله‌هایی هم اینجا دارن، اینا میگن تو فضای مجازی، میگن تو روزنامه، میگن تو حرفای گوناگون، میگن مردم از دین روگردان شدن. خب تکرار میکنن، یه نفری که دچار غفلت باشه فکر نکنه، قبول میکنه، باور میکنه. اما یه هو میبینید شما شب قدر شد، جلسات امسال از پارسال پرشورتر، تضرع و گریه و ابتهال و حضور جوانها و اشک جوانها تو این جلسات از پارسال بیشتر. روز قدس میشه، جمعیت از پارسال فشرده تر. 22 بهمن میشه، جمعیت دو برابر پارسال. یعنی خلاف اون چی که او میگه وجود داره، اما او وسوسه خودش رو میکنه. من گفتم من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. ناسش همینان، دائم در حال وسوسه‌ن. یه مثال دیگه، خب چهار نفر مثلا فرض کنید سرمایه دار یا کارآفرین کشور رو ترک کردن، پولشون رو برداشتن رفتن یک کشور دیگه. یا ببین چیه، به چه امید شما میخوای اینجا فعالیت اقتصادی بکنی؟ دارن میرن. خب بله، چهار نفر رفتن، 40 نفر موندن، 40 نفر دارن فعالیت میکنن، هزاران شرکت دانش بنیان داره به وجود میاد، جوانا دارن به کار جذب میشن. واقعیت های جامعه اینه.
اما دشمن سعی خودشو میکنه برای اینکه همه رو ناامید بکنه. خب این طراحی دشمنه، پس توجه بشه که دشمن امروز طراحیش بدبین کردن ما به خودمونه، به خودمون بدبینمون کنه، به دولتمون بدبین بشیم، به محیط دانشجویمون بدبین بشیم، به مردممون بدبین بشیم. نه، کشور داره حرکت میکنه، حرکت خوبی هم میکنه، نقص داریم. بنده در مقام توقع شاید از بعضی از شماها بیشتر توقع داشته باشم و بیشتر اعتراضم بیشتر میکنم. حالا گاهی انسان لزومی نداره که علنا حرف بزنه، اما خب میگیم، اعتراض میکنیم، اما میبینیم که داریم پیش میریم، کشور داره پیش میره به حمدالله. این همه ما جوان مؤمن فعال با انگیزه خوشفکر تو کشور نداشتیم، امروز داریم به حمدالله. خب این هم یه مطلب دیگه. یه مطلبم اینه که خب جوان ایرانی مورد کینه دشمنانه، اینه بدونید، اینه جوانای ما بدونن، هم شماها که شاید بیشتر از دیگران این رو توجه داشته باشید، هم عموم جوانای کشور رو بدونن. دشمن استکبار، کارتلای صهیونیستی که بر اروپا و آمریکا تسلط دارن، اینا بلا شک با مسئولین جمهوری اسلامی خیلی بدن، دستشون برسه تیکه پارشون میکنن، اما با جوونا بدتر. چرا؟ برای خاطری که اگر شما جوونا و انگیزه های جوان ها و جوان های کشور نباشن، از دست مسئولین کشور کاری بر نمیاد، کار رو در واقع جوان ها دارن انجام میدن، حرکت و پیشرفت به دست جوان هاست، زا با جوان ها کینه دارن. این ما از اول انقلاب تا امروز جوان ها بودن که کارهای بزرگ رو در جبهه های مختلف، میدان های مختلف به عهده گرفتن و پیش بردن. من اینو میگم بیشتر برای اینکه مسئولین کشور توجه کنن، و خوشبختانه توجه هم میکنن، خیلی از جوان ها رو ازشون استفاده میکنن، اما بیشتر استفاده باید بکن. در میدان های مختلف جوان های ایرانی کار کردن. جو من یادداشت کردم در میدان مدیریت های دولتی، مدیر دولتی، جوان های از قبیل شهید موسای کلانتری، شهید تونگویان، اینا وزیر بودن، جوان جوان جوان، شهید قندی، شهید عباسپور، همینایی که خیلیشون، اینا همشون شهید شدن، اینا جوان بودن. اینا همه، اینایی که من اسم میارم و میخونم بعضی دیگه رو، همشون در دهه های 20 و 30 عمر بودن، یعنی بین 20 سال تا 39 سال 40 سال این جوان ها. این در میدان مدیریت دولتی اینا بودن. مرحوم موسای کلانتری گفت تو نماز جمعه نشسته بودم من توی صف دوم سوم، یه نفر پلو من نشسته بود صف جلو، شهید عباسپور که اونم جز وزرا بود و شهید شد، اون نشسته بود. گفت این کسی پلو من بود، گفتش که آقا نگاه کن ببین وزیر آمده نشسته تو صف نماز جماعت، ببین کار به کجا رسید. اوایل انقلاب بود دیگه، وزیر آمده نشسته تو صف جماعت، عباسپور رو نشون داد. شهید کلانتری گفت بهش گفتم، لهجه ترکی قشنگی داشت، من عجیبترش به تو بگم، من هم وزیرم. اینا وزرای خوبی بودن، مدیران خوبی بودن. در میدان نظامی شهید همت، شهید خرازی، شهید بابایی، شهید حسن باقری، شهید شیرودی، شهید اردستانی، شهید صیاد شیرازی. حالا صیاد اون وقتی که شهید شد البته سنش بیشتر بود، اما اون وقتی که می جنگید در همین سنینی بود که عرض کردم. اینا
واقعیت جنگ رو عوض کردن، تبدیل کردن به دست قدرت جمهوری اسلامی علیه همه متحدین ارتجاع و استکبار. در میدان هنر و ادبیات شهید آوینی، مرحوم سلحشور، مرحوم طالبزاده، البته اینا آخر عمرشون سنشون بیشتر بود اما در همین جوانی اینا خیلی کارا کردن و امثال اینا که کم هم نیستن. در میدان علم و تحقیق شهید تهرانی مقدم، مرحوم کاظمی آشتیانی، شهید مجید شهریاری، شهید رضایی نژاد، شهید احمدی روشن، اینا جوانای ما اینان دیگه. این رشته تا امروز هم ادامه داره، در همین دوره شما، در همین زمان معاصر شما، شهید حججی، مصطفی صدرزاده، آرمان علیوردی، روح الله عجمیان، اینا برجستن، نقطه های واقعا برجستن. هزارها، ده ها هزار، صدها هزار جوان ایرانی مسئولیت شناس امروز وجود دارن. اینا موتور حرکت هن. اینا موتور پیشران حرکت کشور و حرکت نظام هن. هر کدوم در یه بخش. همه شما یکایک که شما باید اینجوری باشید. نمیگم شهید بشید، خدا کنه شهید نشید. البته نه، در پیری اشکال نداره، و 70-80 سالتون شد اون وقت شهید بشید، اما فعلا تا جوانیت کارتون داریم، شهید نشید. این اما مثل شهیدها زندگی کنید، واقعا هم مثل اینا زندگی کنید، مثل اینا حرکت بکنید. با این مجموعه قدرت‌های شیطانی خیلی مخالفند. راه روشن رو جوانهای عزیز با جدیت دنبال کنید، راه روشن انقلاب و اسلام و کشور و نظام و اینا رو با جدیت دنبال بکنید. کشور به شما نیاز داره، احتیاج دارید به آرمان خواهی. این چند چیزی که واقعا بهش نیاز هست، یکیش آرمان خواهیه، احتیاج دارید به امید، احتیاج دارید به عقلانیت. اینه آرمان خواهی، یعنی همون افقای دور که اشاره کردم. این اگر نباشه امکان نداره. آرمان خواهی موتور حرکت، موتور پیشران حرکت آرمان خواهی است. امید سوخت این موتوره. اگه امید نباشه این موتور حرکت نمی کنه. آرمان خواهی تو دلش میمونه، قصهش میخوره اگه امید وجود نداشته باشه. عقلانیت هم فرمان این موتوره. باید با عقلانیت فکر کنید و خرد ورزی کنید و پیش برید. خب وقت تمام شد. در مورد دانشگاه من حرف زیاد دارم. شما هم یه اشاره کردید و حرفتون درسته، اشکالاتتون وارده. من میخوام اینو بگم، کمبود نقشه واقعا جامع علمی امروز نقیصه بزرگ دانشگاه ماست. ما نمیدونیم توزیع دانشجو بر حسب رشته های علمی بر چه اساسی صورت میگیره. این رشته های علمی باید مورد نیاز کشور باشه، باید به درد کشور بخوره. چه تعداد دانشجو در فلان رشته لازم داریم؟ اینا باید فکر بشه، باید کار بشه. اینا رو من از وزیر محترم علوم، لابد هستن اینجا، میخوام که دنبال کنن. و این یکی از مهمترین کارهای شماست که باید انجام بگیره. بعضی از رشته های علمی در ایران مورد نیاز نیست، شغلش هم وجود نداره، خب چه فایده ای داره؟ بعضی از کارهای دانشگاهی، رشته های دانشگاهی است که اصلا وجودش، ما الان چند صد هزار شاید دیپلم آماده به کار داریم، میتونن در بخش‌های مختلف مشغول کار بشن. اینا رو میاریم تو دانشگاه، بعد از مدتی چند صد هزار لیسانس کارشناس، کارشناس ارشد بیکار، متوقع، عصبانی تعبیر کشور،
فکر کنیم ببینیم چی لازم داریم، بر حسب نیازمون حرکت بکنیم. و اگر ما فارغ التحصیلی داریم که شغل نداره، باید بدونیم نظام تعلیم و تربیت ما اشکال داره. اگر کسی تحصیل را برای فایده کشور میکنه، باید شغلش آماده باشه. اگر فارغ التحصیل داریم اما شغل نداره، این پیداست که با نظام و با محاسبه درست انجام نگرفته، دانشجو گرفته. خب وقت تمام شد و حرفها خیلی زیاده. شما رو دوست داریم، براتون دعا میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.